بله سر. خیلی متشکرم آقای دکتر فرهنگ. این مدارکی رو که اخیراً دولت امریکا بعد از 35 سال، اونم نه همه مدارک رو، منتشر کرد و بی بی سی اینها رو، قسمتی رو یا همون قسمتی رو که افشا شده منتشر کرد، عکس العمل های خیلی میشه گفت که خندداری رو در ایران موجب شده که سران جمهوری اسلامی دارن سعی میکنن که بگن این اسناد تقلبی است و ساختگی است. تا چه حد ممکنه که این اسنادی رو که همیشه ما شاهد بودیم بعد از گذشت یه زمان معین، اسناد محرمانه دولت امریکا به خصوص در روابط خارجیش با کشورهای دیگه اینا منتشر میشه، آیا واقعا دولت امریکا میاد و تقلب میکنه، اسناد ساختگی در اختیار رسانه ها میگذاره؟ این یک ادعای بسیار پوچ و بی‌معنیه. اولا در این اسناد وقتی ما مطالعه میکنیم مقالاتی که بی بی سی منتشر کرده میخونیم و یا به طور کلی اون مطالعه 80 چند صفحه‌ای که در واقع بیشتر اطلاعات از اون اومده، این که خمینی به آقای کارتر نامه ای نوشته، اینو دکتر یزدی هم که مشاور آقای خمینی در نفل شاتو بود تایید میکنه و به احتمال قریب به یقین او در نوشتن این نامه سهیم بوده. ولی اصل این نامه چیست؟ توجه داشته باشیم که واکنشا به این گزارش بی بی سی واقعا خیلی جالبه، بیشتر توی قالب عادات فرهنگ سیاسی ماست تا تلاشی برای تبدیل واقعه. اول اینکه توجه داشته باشیم که ما داریم راجع به دوران جنگ سرد صحبت میکنیم و آقای خمینی مطلع بود که امریکا از نفوذ شوروی در ایران نگرانه و به طور کلی امریکا حرکت‌های مذهبی که در خاورمیانه یا بقیه دنیا وجود داشت رو با دید مثبت می‌بینه، مذهب بر ضد کمونیسم. اینا رو خمینی می‌دونه، بنابراین برای اینکه نگرانی های اونها رو از آینده ایران رفع بکنه نامه می نویسه و میگه که ما دشمنی ذاتی با آمریکا نداریم و حرف های دیگه می زنه که دقیقا همون حرف ها رو به خبرنگاران هم مرتب موقعی که در نفل شاتو بود می گفت. یعنی یک چهره کاملا صلح دوست و حامی برابری و قوانین و مراعات حقوق و غیر ذالک از خودش نشون میده. این در تمام اون مدت میدونیم که حتی جزوه‌ای منتشر شده از مصاحباتی که خمینی با خبرنگاران مختلف داشته و حرفایی که در اون موقع زده، هیچ تناقضی بین اون حرفا و محتوی این نامه وجود نداره. در واقع این نامه اگر یک رهبر معتقد به دموکراسی، معتقد به کثرت‌گرایی، معتقد به آزادی چنین نامه ای نوشته بود، کاملا قابل دفاع و منطقی بود که رهبر یک حرکت انقلابی ایران در زمان صلح، در دوران جنگ سرد، بیاد به آمریکایی‌ها بگه که شما نگران آینده ایران نباشید، ما تمایلی به کمونیست نداریم. و این موضوع در اون زمان بسیار مهم بود. چرا؟ برای اینکه انقلاب ایران برای اولین بار بعد از جنگ دوم جهانی یک حرکت انقلابی بومی در یک کشوری ایجاد شده بود که حامی خارجی نداشت. در تمام حرکت‌های دیگه اتحاد شوروی حمایت می‌کرد، حتی در مبارزات ضد استعماری و غیر زاده. ولی خمینی چرا این کار میکرد؟ علت این که خمینی دقیقا از نگرانی آمریکا نسبت به نفوذ شوروی در ایران و آیند ایران بدون بعد از شاه، این نگرانی رو داشت ازش بهره برداری میکرد برای پیشبرد مقاصد خودش. و وقتی به ایران اومد تغییر کرد،
نه اینکه عوض شد، بلکه وقتی در ایران اومد دید که احساسات ضد آمریکایی در ایران قویه و گروه‌های چپ، حزب توده، شریک‌های فدایی خلق، سازمان مجاهدین قلب، خلق با استفاده از این احساسات توانایی بسیج بخش قابل توجهی از شهرنشین‌ها خصوصا طبقات متوسط ایران رو دارن. بنابراین در اونجا آقای خمینی که سیاست و قدرت رو خوب میشناخت میخواست این موضوع رو از این گروه های چپ بدزده و در اون موقع اومد خودش پرچمدار مبارزه بر ضد آمریکا شد، از گروگانگیری حمایت کرد. توجه داشته باشیم که در ماه آوریل 1979 وقتی که چریکای فدایی خلق به سفارت آمریکا حمله کردند، او به سپاه پاسداران و دکتر یزدی دستور داد که وزیر خارجه بود که برن اونجا چریکای فدایی خلق رو اخراج بکنن و به آمریکایی ها بگن که ما به مسئولیت دیپلماتیک احترام میذاریم و امنیت شما رو حفظ میکنیم. ولی در همون وقتی گذشت، در تابستون همی گذشت، وقتی به ماه نوامبر اون سال رسید که این احساسات ضد آمریکایی نزول یافت و در اون موقع خمینی اومد یک به عنوان سیاست ماکیاولیستی این به اصطلاح موضوع رو از نیروهای چپ دزدید و با استفاده از اون با خصوصا با کمک حزب توده اول نیروهای لیبرال و طرفدار دموکراسی رو حذف کرد، اونها رو که کاملا خونسا کرد، با کمک حزب توده و چریکای فدایی خلق بخش اکثریتشون اگر ما روزنامه های اون دوره اینا، و بعد از اینکه با کمک اونها اومد این نیروها رو حذف کرد، بعد با خشونت بدون هیچ محدودیتی اومد این چالش چپ رو هم نابود کرد. بنابراین این تقابل با آمریکا برای خمینی به عنوان یک ابزاری برای سرکوب داخلی و بلند پروازی در منطقه مورد استفاده قرار گرفت که از نظر چارچوب قدرت برای خمینی قابل فهم بود، ولی اگر ما بخوایم اون مواضع او رو با معیارهای منافع ملی ایران، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران مورد سنجش و تجزیه تحلیل قرار بدیم، خمینی یک جنایتکار بود، ولی جنایتکاری که در چارچوب کسب قدرت، حفظ قدرت و گسترش قدرت معتقد بود که هدف وسیله رو توجیه بکنه، یعنی همون اصلی که کمونیستا و فاشیستا برای پیشبرد مقاصد خودشون استفاده میکردن، منتها در سنت تشیع اسم هدف وسیله رو توجیه میکنه تقیه است. و آقای خمینی در کتاب کشف اسرار خیلی روشن می نویسه که هر کس به تقیه اعتقاد نداره اصلا مسلمان نیست، و بعد برای خودش آیه قرآن هم میاره برای اینکه اهمیت تقیه رو ببره بالا. تقیه یعنی چی؟ تقیه یعنی این که برای حفظ قدرت از هر وسیله‌ای، هر خشونتی، هر دروغی، هر تزویری میشه استفاده کرد برای اینکه هدف مقدسه و در بهشت. خمینی می اومد از معیارهای مذهبی استفاده میکرد برای هدف وسیله رو توجیه میکنه تقیه، در حالی که گروه های به صورت رادیکال های چپ و راست، چه فاشیستی بودن و چه کمونیستی بودن، اونا میان تئوری ها و فرضیات تاریخی استفاده میکردن، کاری که استالین کرد، کاری که هیتلر کرد، کاری که موسولینی کرد، شباهت زیادی با کاری بود که خمینی کرد، منتها زبان خمینی، استعارات او، توجیه او قلق مذهبی داشت. بنابراین این یه واقعیتی در اونجا بود. حالا جمهوری اسلامی میاد میگه که این توطئه خود آمریکاست. این اصلا سند رو در واقع اینا جعل کردن. خیلی جالبه که اگر در بی بی سی یک خبری میدادن که به نفع رژیم بود، بی بی سی یکی از معتبرترین، گسترده ترین و مقبول ترین سازمان های خبری جهانه، که اگر در اونجا یه چیزی بود که به نفع اونا میتونست تموم بشه، 100% بهش ارجاع میکردن و برای مقاصد خودشون مورد
بهره برداری قرارش میدن. همونطور که وقتی رفتن در سفارت آمریکا چهار تا نامه‌ای که در اونجا وجود داشت استفاده کردن و عناصر گروه‌های مختلف رو متهم به جاسوسی کردن. این یک واقعیت غیر قابل انکاره و با نهایت تأسف در این مورد باید بگیم که شاه هم وقت در کتاب پاسخ به تاریخ میگه که بی بی سی در واقع نقش مهمی در اجرا کردن توطئه ضد رژیم شاهنشاهی در ایران نقش داشت. یعنی بین دایجان ناپلئونیسم شاه و دایجان ناپلئونیسم خمینی و خامنه ای کاملا هماهنگن و اینقدر این هماهنگ طنزآمیزه که ما باید از نویسنده ی هنرمند آقای نویسنده کتاب دایجان آقای ایرج پزشکزاد تقاضا بکنیم که راجع به طنز این هماهنگی بین استدلال رژیم شاهنشاهی و استدلال ولایت فقیه برای ما مطلبی بنویسه. خیلی متشکرم آقای دکتر فرهنگ. هر بار که صحبتی میشه و مسائلی رو که خب مطرح میفرمایید جناب عالی یا سایر دوستانی که مهمانان ارجمندی که در برنامه شرکت میکنند و اگر کوچکترین انتقادی از گذشته بشه بعضی از بینندگان ما برآشفته میشن و بی نهایت میدارن ایمیل میفرستند، انتقاد میکنند، ایراد میگیرند که چرا چنین. اون چه که مسلمه واقعیات تاریخی رو نمیشه واقعا کتمان کرد، کما که الان جمهوری اسلامی که نمیدونم آقای دکتر برخوردید یک فیلمی تهیه کردن، یک سریال تلویزیونی به اسم معمای شاه که به قدری در این بر من خوشبختانه نتونستم ادامه بدم و نگاه بکنم، فقط روی کنجکاوی چون یه عده از دوستان گفته بودن که نگاه بکنم نگاه کردم و دیدم به قدری بعضی از مسائلی که این تو مطرح شده قلب تاریخه و دروغه که واقعا ماها که خب من یه سالیانی رو خودم شاهد بودم، خودم زندگی کردم و خود رژیم الان به این نتیجه رسیده که این رو ادامه نده، یعنی اینقدر که عکس العمل معکوس داشته نسبت به اون چیزی که اونها نظرشون بوده و کاش این توانایی و این تعامل و تساهلی رو که ما همواره ازش نام میبریم یه مقداری هم عملا نشون میدادیم. این متاسفانه به طور کلی من رو وقتی راجع به این صحبت میکنم همیشه برخورد میکنم با فرهنگ سیاسی ایران، یعنی این مشکل فقط محدود به گروه شاه دوستان یا اسلام دوستان نیست. حتی شما امروز برگردین مثلا به گذشته حزب توده ایران، بله، تئوری دایجان ناپلئونی حزب توده ایران میگفت اسم مصدق رو گذاشته بودن سگ زنجیری امپریالیسم، بله، توجه داشته باشید او عامل امپریالیست بود و چه واقعا تبلیغات وسیعی علیه او میکرد. یا مجاهدین خلق که از عراق سر در آوردن با صدام همکاری کردن و غیر از این یک مشکل فرهنگی. وقتی من میگم که شاه میگه بی بی سی در توطئه علیه رژیم او نقشش، این کتاب خودشه، کتاب پاسخ به تاریخ رو بخونیم در اونجا است. وقتی میگم خمینی میگه تقیه یک اصل بزرگ اسلامی قرآنی، این در کتاب خودشه. تقیه یعنی چی؟ اینه که آخرم که داشت میمرد میگفت مسجد رو هم خراب بکنین اگر ولایت فقیه نیاز داشته باشه. اینها واقعیات ما، اون چیزی که باید واقعا تو فرهنگ سیاسی ما سعی بکنیم بپذیریم اینه که اون چیزی رو که هست جدا بکنیم از چیزی رو که دلمون میخواد باشه. درود بشه. یعنی موضوع واقعیات امروز رو با آرزوهای خودمون قاطی نکنیم. یک کسی میتونه مثلا اگر ما بگیم که در زمان شاه آزادی بیان وجود نداشت، انتخابات آزاد وجود نداشت، یکی میتونه نمیتونه کسی بگه که نه وجود داشت، ولی این یک کسی میتونه بیاد بگه که در اون موقع ما نیاز نداشتیم، در اون موقع مردم آمادگی نداشتن. این میشه یک بحث ایدئولوژی، همونطور که کمونیستا میگفتن که اصلا با ضدیت اساسی با دموکراسی و حقوق بشر داشتن و دارن. اینه که اگر ما یاد نگیریم که تفکیک قائل بشیم بین اون چیزی که هست یا
یا اون چیزی که دوست داریم، اون چیزی که ما دلمون میخواد باشه یا دلمون میخواست باشه، هیچ وقت نمیتونیم وارد بحث سازنده سیاسی و اجتماعی بشیم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از توضیحاتی که دادید. کتابی رو هم یکی از خبرنگاران سابق به اصطلاح نیویورک تایمز، خبرنگاری رو داشته در کاخ سفید که کتابی رو منتشر کرده اخیراً، و جناب عالی راجع به این موضوع در برنامه رادیویی من توضیح فرمودید، دلم میخواد که اون رو هم اشاره بفرمایید، که این مسئله تماس با امریکا و تلاشی رو که از طرف جمهوری اسلامی برای تماس با مقامات امریکایی بوده، حتی زمان این آقای احمدی نژادی که اون همه مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل میگفت بوده و از طریق سلطان عمان تونسته بودن از طریق یک واسطه‌ای در واقع پیام بفرستن و به آقای بقای کارتر گویا یا یکی از این مقامات امریکایی، و نامه‌ای هم در پاسخ اون پیام نوشته میشه که هرگز ارسال نمیشه، که راجب جزئیاتش من در برنامه رادیویی صحبت کردم، در این برنامه هم اگر فرصتی بشه در آینده صحبت خواهم کرد. ولی جناب عالی خودتون قبل از اینکه این کتاب راجب انتشار این کتاب صحبتی بشه اشاره کردید به این موضوع، اگه ممکنه اون رو هم توضیح بفرمایید لطفا. در تحریم های اقتصادی علیه ایران بسیار مؤثر بود و یک رژیمی که سرکاره این رژیم رو به جای اینکه ما بخوایم بر مبنای تبلیغات و شعارها و موعظه های نماز جمعه ای بشناسیم، ببینیم در عمل چه میکنن. از روز اولی که این رژیم جمهوری اسلامی سرکار اومده، یک جنبه ایدئولوژیک داشته یا جنبه الهیات داشته که دائم شعار میداده که ما نمایندگان خدا روی زمینیم و میخوایم بهشت برین در اینجا درست بکنیم، بقیه دنیا رو هم میخوایم آزاد بکنیم، تمام مستکبرین رو نابود بکنیم، مستضعفین رو نجات، و این شعارها که همه ایرانی ها باش آشنا. ولی به موازات این شعارها یک دنیای واقعیاتی بر مبنای قدرت وجود داشته که اینها برای حفظ و گسترش قدرت مستبدی که خمینی و به طور کلی این گروه رادیکال روحانیون در اینا گرفتن، در اونجا هر اقدامی، هر عملی که برای تحکیم و گسترش اون قدرت لازم بود اینا بهش دست دادن. مثلا دو ماه از خمینی وارد ایران شد، من دارم کلیتر راجع به این موضوع صحبت میکنم و اون یک مثال دیگه میشه که شما میزنید. خمینی وقتی وارد ایران شد اولین حرفی که زد گفتش که مشروعیت کشور اسرائیل رو مورد سوال قرار داد و صحبت از نابودی اسرائیل کرد، گفت وظیفه مسلمانانه که اسرائیل رو نابود بکنن. حدود دو ماه از جنگ ایران عراق گذشته بود و ایران نیاز به قطعات یدکی هلیکوپترهای ساخت آمریکا داشت و به دلیل تحریم هایی که نتیجه گروگانگیری بود نمیتونست این قطعات یدکی رو در بازار آزاد پیدا بکنه و بخره. مأمورین خودش رو که به اروپا فرستاد، اینها فهمیدن که اسرائیل تنها کشوریه که حاضر این قطعات یدکی رو به ایران بفروشه. چرا؟ برای اینکه اسرائیل با این که میدونست ایران دشمن اسرائیل، ضد یهوده، مهمل زیاد میگن راجع به اسرائیل، ولی به هیچ وجه نمیخواستن صدام حسین جنگ رو ببره و میدونستن که در اون موقع ایران بسیار ضعیفه از نظر نظامی. حدود اوائل ژانویه 1980 بود، تلوز دو ماه از گذشت جنگ نه. و در اون موقع وقتی آقای فکوری که فرمانده نیروی هوایی ایران بود رفت پیش خمینی و به او میخواست بدونه که اگه او بخری ایران رو بعدن یخشو نگیرن بگن تو جاسوسی، او گفت که بله، ما تنها کسانی رو پیدا کردیم که حاضرن این قطعات یدکی رو که سخت بهش ما نیاز داریم برای ادامه این جنگ بخریم، داره از اسرائیل میاد. خمینی ازش سوال کرد، گفتش که فروشنده کجاییه؟ فکوری گفت فروشنده ایتالیاییه. خمینی گفتش که ما وظیفه شرعی نداریم از او بپرسیم که جنس رو از کجا آورده. این اسمش هست. و یا این که در چند سال بعد ایران کنترا درست شد،
ایرانی ها خمینی و شرکا قول دادن که سعی بکنن گروگان های آمریکایی رو در لبنان آزاد بکنن و به ازای اون بتونن از آمریکا اسلحه بخرن به قیمت دو برابر سه برابر معمول. و از این بیا این که موقعی که آمریکایی ها به عراق به افغانستان حمله کردن ایران نقش بسیار مثبتی در کمک به آمریکا ایفا کرد و موقعی که به عراق حمله کردن انقدر کمک ایران برای نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس مهم بود که به طور رسمی از فرماندهان نیروی دریایی ایران تشکر کردن. بنابراین اون چیزی که بهش می‌زنیم عملگرایی در منتها این عملگرایی که درست بر ضد تبلیغات رسمی رژیمه. این بود که وقتی که این تحریم ها علیه ایران داشت واقعا مشکلات اساسی برای سرمایه‌داران جدید رژیم جمهوری اسلامی ایجاد میکرد، توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی یک بخش سرمایه‌دار جدید در ایران درست کرده که اینها کنترل بسیار وسیعی روی صادرات و واردات و به طور کلی روی سرمایه گذاری در کشور و بانک ها دارن و بدون استثناء این سرمایه داران با خمینی و شرکا و سپاه پاسداران و تشکیلات قضایی و غیر ذالک همه اینها ارتباطات بسیار تنگ و تنگ دارن. در اون موقع اینا میخواستن مسئله اتمی ایران رو حل بکنن به خاطر فرار خودشون، رهایی خودشون از فشارهای اقتصادی و هنوز خامنه، هنوز روحانی هم نیامده بود. این که با استفاده کردن از سلطان عمان که همیشه میخواست جنبه وساطت رو بگیره و آمریکایی هم آماده بودن، مذاکره از اونجا شروع شد. مذاکره بین ایران و آمریکا برای حل مسئله هسته‌ای ایران حداقل یک سال قبل از اومدن آقای روحانی و ظریف به صحنه شروع شد. اینها که اومدن بازی مجبور شد که قضیه روتر بشه، یعنی یک سری تصمیمات اساسی گرفته شده بود ولی مردم ایران به مردم ایران چی میگفت؟ شیطان بزرگ، مرگ بر آمریکا و هر کسی هم که کوچکترین انتقادی از رژیم میکرد متهم میشد به این که داره به عنوان عامل آمریکا توطئه میکنه. یعنی به طور کلی میخوام بگم که در به طور این رژیم های استبدادی ایدئولوژیک که میخوان روی بهشت برین در زمین درست بکنن و معتقدن که هدف وسیله رو توجیه میکنه، اینها هر اقدامی هر عملی از اینها برمیاد و گوش دادن به شعارها و موعظه های اونها اصلا و ابدا واقعیت و ماهیت اونها رو برای ما روشن نمیکنه. باید ببینیم چی کار میکنن. مثلا رژیم ایران چه از نظر اقتصادی، چه از نظر فرهنگی، چه از نظر سیاست خارجی ضررهای عظیمی به منافع ملی ایران زده ولی در ضمن ضرر وسیعی که به ملت ایران زده خودش رو تونسته تثبیت بکنه با استفاده از خرافات امام حسین و امام حسن و عاشورا و تاسوعا و غیر ذالک. یه بخشی از اون جامعه رو تونسته بسیج بکنه با استفاده از خرافات مذهبی و اوهامی که در اون فرهنگ مذهبی وجود داره استفاده کرده، اون بخش رو برای خودش نگه داشته. ولی عده قابل توجهی در اینا سرمایه‌داران بزرگ شدن و نیروی جدید در واقع صاحب امتیازان اقتصادی و سیاسی در جامعه ایران شد. اون هم یکی از نمونه‌هاست. من این کتاب رو حتما میخونم بعدن برای اینکه به هر حال وقتی هم بایدم یک واقعیتی رو به عنوان یک کلیت میدونه وقتی وارد جزئیات میشه بیشتر چیز یاد میگیره، برای دانش خودش و فهم و تحلیل خودش میتونه مثبت و مؤثر باشه. ولی من هنوز این کتاب رو نخوندم ولی من تردیدی ندارم که خامنه‌ای و خمینی و مثل بقیه مستبدین برای بقای خودشون، برای منافع اقتصادی و تحکیم قدرت خودشون دست به هر اقدامی میزنن و شعارها و مهملاتی که روزای نماز جمعه میگن ارتباطی به نیت و اهداف اونها نداره. سپاسگزارم آقای دکتر فرهنگ. به نکته ای اشاره کردید که من این روزا دارم یه مقداری راجبش فکر میکنم و در برنامه‌های مختلفم دارم با مهمانان ارجمند برنامه مثل جناب علی و سایرین این سوال رو مطرح میکنم که ما یکی از اون عاداتی رو که واقعا یاد نگرفتیم مسئله مطالعه و خوندنه.
و بیشتر اطلاعات ما اطلاعات شفاهی و افواهی هست از این اون شنیدن، و بسیاری از تصمیم گیری هامون رو هم بر این اساس پایه گذاری میکنیم. از جمله الان مسئله در انتخابات ایران که یه وسیله شده برای رژیم که انتخابات رو به عنوان بزرگترین نشان دموکراسی در ایران مطرح میکنه. میدونیم که این انتخابات به چه صورت هست، میدونیم که از هر جا از چندین جهت کنترل میشه و اصلا تنها چیزی که نیست انتخابه، و اون چیزی است که به هر حال زعمای رژیم میخوان برای باز ثبات و پایداری خودشون. ولی ما یه نمونه کوچیکیش رو در امریکا شاهد هستیم که الان که انتخابات امریکا داره به یک نتیجه میرسه که دیگه مشخص شده که بعد از اینکه خانم کلینتون به عنوان کاندیدای رسمی حزب دموکرات یا احتمالی، هنوزم میگن پریزامپتیو چون یه چند تا ایالت دیگه مونده که رای گیری ها انجام بشه برای دلیگیت ها، بسیاری از هموطنان ما که نگرش خودشون رو عنوان میکنن و میگویند که به چه کسی قرار رأی بدن، وقتی که شما سوال میکنید که دلیل این که مثلا به ایکس یا ایگرگ میخوان رأی بدن چیست، استدلال هایی که میشنوید میبینید که دقیقا مبتنی هست به یه چیزی که از همین شنیده ها یا از باوری که دیگران القا کردن ناشی میشه. فکر نمی کنید که ما واقعا یه راه طولانی داریم با توجه به همون سابقه ای که در کشورمون بوده که یاد نگرفتیم که با دقت با مطالعه راجع به تصمیم گیری هامون عمل بکنیم؟ ما هنوز فاصله داریم از اون نقطه. ببینید، این غیر مترقبه نیست که ما بینش های متنوع داشته باشیم. حتی اگر بعضی از این بینش ها به اندازه کافی ریشه در اطلاعات و دانش و واقعیات نداشته باشیم، اونم به هر حال بخشی از زندگی همه ماست. بله. زندگی ماست. این به خودی خود اشکالی نداره. مشکلی که برای ما و دیگر کشورهای اسلامی منطقه وجود داره اینه که ما کثرت پذیری رو آشنا نیستیم باهاش. یعنی اگر من یک موضعی بگیرم و شما موضع منتقد من داشته باشین، اگه من بگم که خیر من اونم میفهمم ولی با شما موافق نیستم، بدون اینکه انگیزه و انسانیت شما رو مورد سوال قرار بدم، در اون موقع میگیم که متد تصمیم گیری ما چیه؟ متد تصمیم گیری اگر مثلا انتخاباته، بعد میتونیم اون کسی هم که انتخاب شده مورد انتقاد 40%، 45%، 48% مردم قرار بگیره، ولی مشروعیت او رو مورد سوال قرار نمیدیم و قوانینی رو که او امضا میکنه باید اطاعت بکنیم. بذارید یک نکته اساسی تری در اینجا بگم که به نظرم درک اون برای ما ایرانی ها هنوز به مرحله کافی به هیچ فش نرسیده. وقتی صحبت از دموکراسی میکنیم، هزاران هزار مقاله میخونیم که دموکراسی یعنی انتخابات آزاد، یعنی احزاب متنوع داشتن، یعنی تفکیک قوا کردن، استقلال قوه قضاییه و غیر ذلک. ولی در دموکراسی یک فرضیه ننوشته، بهش میگن پری کانسپشن، یک فرضیه ننوشته وجود داره، و اون فرضیه ننوشته اینه که آدما هر جا که به عنوان مجموعه‌ای با هم زندگی بکنن، به طور اجتناب ناپذیر با هم اختلاف دارن. اختلاف عقیده، اختلاف منافع، اختلاف سلیقه و استکاک شخصیت. یعنی ما جامعه‌ای رو در سراسر تاریخ پیدا نمی‌کنیم که این استکاکات درش وجود نداشته باشه. دموکراسی میگه این استکاکات واقعیت اجتناب ناپذیره. دموکراسی میگه که ما چه متدهایی، چه راه و رسمی میتونیم پیدا بکنیم که این استکاکات تقلیل پیدا بکنه و بتونه همزیستی داشته باشه. وگرنه در آمریکا این همه اختلاف هست، در دنیا که میگیم در یک گوشه دنیا یه طرف ایران و کره شمالی هن، یه طرف سوئد و نروژ هن.
در سوئد و نروژ هم همین اختلافاتی که میگم وجود داره، منتها در اونجا میان یک خط بش تصمیمی که اسمش سیستم دموکراتیک درست میکنن، میگن ما به این خط بش، به این متدهای تصمیم گیری احترام میذاریم و نتیجه رو میپذیریم بدون اینکه نظرات خودمون رو بخوایم تحمیل نادیده بگیریم و یا به رقابت مبارزه ادامه ندیم. اینه که مثلا در مصر، در ایران، در عراق، در لیبی، در سوریه، در تمام اینجاها یک مبارزه وسیع مردمی بر ضد یک مستبد ایجاد شد، ولی بر ضد یک مستبد بودن الزاماً ضدیت با استبداد نیست. و دیدیم که یک مستبد رفت، یه سیستم استبدادی بدتر از اون اومد سر کارش. امروز شما از تمام خاطرات رهبران گذشته، کسانی که با دولت شاه کار میکردن، بخونیم میبینیم که شاه یک مستبدی بود که به کسی گوش نمیداد. دقیقا از اون دل باز تو فرهنگ سیاسی ایران. و امروز هم این واقعیت رو اینه که ما در خارج از کشور به همین دلیله که وقتی با خودمون، بین خودمون شروع میکنیم با هم اختلاف نظر داشته باشیم که اجتناب ناپذیره. آدم ها با هم حالا چه این یه اختلاف خانوادگی باشه، چه یه اختلاف در یک ده باشه، چه اختلاف در سطح شهر و کشور باشه، این اختلافات هر جا آدم ها هستن این اختلافات وجود دارن. در اونجاست که ما به جای پذیرش این پیش فرض بین دموکراسی تا وارد بحث و جدل میشیم، در انگیزه همدیگر و انسانیت همدیگر و نیت همدیگر مورد سوال قرار میدیم. یعنی یک اختلافی میفته، مثلا فکر بکنیم راجع به این مشکل مهاجرین آمریکا. این مشکل مهاجرین واقعا آدم میتونه ببینه که میتونه بینش‌های متنوع داشته باشه. یه طرف حالا آقای ترامپ که میخواد دیوار بکشه اینا رو بذاریم کنار، یه طرف میگه بابا به هر حال هر کشوری مرزهایی داره که این مرزها باید کنترل بشه، محدودیتی هست برای تعداد آدمایی که میتونن وارد بشن. بنابراین انتقادش اینه که ما به اندازه کافی نیرو نگذاشتیم برای دفاع از این مرزها. و عده دیگه میگن که اکثریت بزرگ کسانی که وارد این مملکت شدن از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی نقش مثبتی ایفا کردن و غیر ذالک. بسیاری از این مسائل رو که بریم ببینیم که طرفین میتونن مواضع منطقی داشته باشن، ولی ارزش هایی که ما داریم ارزش ها با هم دیگه فرق میکنه. اینه که ما ایرانی ها اگر توجهمون رو به این پیش فرض ننوشته دموکراسی بیشتر توجه نکنیم و فقط فکر بکنیم که دموکراسی یعنی گذاشتن ایجاد کردن چند نهاد، اینه که از این جهت فقط هم ما نیستیم. ما علتش اینه که تربیتش رو نداشتیم. در سراسر تاریخ ما، چه در مصر، چه در ایران، چه در عراق، چه در سوریه، چه در لیبی، اصلا چیزی به اسم دموکراسی، به این که انسان‌ها حق آزادی بیان دارن، انسان‌ها برابرن، زن و مرد برابرن، دولت حق دخالت در حریم خصوصی زندگی نداره و غیر ذالک وجود نداره. این ایده های مدرنیته است که تازه وارد فرهنگ ما شده. حدود 100 ساله در خود دنیای غرب 300 سال طول مبارزه طول کشید تا تونستن به انقلاب فرانسه و آمریکا برسن. تازه انقلاب آمریکا که شد چی؟ هنوز بردگی وجود داشت، هنوز زنان حق رأی نداشتن، هنوز زنان مردان مالک زنان بودن. و از اونجا به بعد 150 سال زنان آمریکا مبارزه کردن، سیاهان آمریکا 150 سال مبارزه کردن تا تونستن به دستاوردهایی که امروز میبینیم رسیدن. اینه که فکر نکنیم که
این تغییراتی که ما بهش علاقمندیم در ذهنیت خودمون، در رفتار خودمون و در روابط اجتماعی، اینا نیاز مبارزه و زمان داره. و از اون جهت که همونطور که شما گفتین، ما هنوز راه درازی تر پیش داریم تا بتونیم اون جامعه مدنی رو ایجاد بکنیم که بینش‌های متنوع، ارزش‌های متنوع، اعتقادات متنوع بتونن با هم همزیستی داشته. ممنونم آقای دکتر فرهنگ. فرصت برنامه کمه و میخواستم در این آخرین دقایق برنامه نظرتون رو راجع به این اتفاقی که دیروز افتاد و عملا خانم هیلری کلینتون به عنوان اولین کاندیدای زن رسیدن به ریاست جمهوری در امریکا انتخاب شد، بعد از در واقع اون اتفاقی که هیچ کس تصور نمی کرد یه روزی یک سیاه پوست مثل آقای اوباما رئیس جمهور امریکا بشه و شد. امروز امکان زیاد داره که خانم هیلری کلینتون بشه، اگه جان سالم به در ببره از این مسائلی که دوروبرش هست. و بعد نقش آقای برنی سندرز که دیروز به دنبال گفتگو با آقای اوباما در واقع به نحوی آمد و ضمن این که طرفداری 100% خودش رو از خانم کلینتون اعلام نکرد، گفتش که برای اینکه جلوگیری بکنه از ورود شخصی مثل آقای دونالد ترامپ به کاخ سفید با خانم کلینتون همکاری خواهد کرد. چیه نظرتون؟ به کجا داره میره این؟ من برنی سندرز رو بهش در انتخابات مقدماتی نیویورک به او رای دادم و این ششمین باری بود که من به برنی سندرز رای میدادم. برای من 30 سال در ورمان تدریس میکردم و رای دهنده بودم در اونجا و دوبار هم با او وقتی به کالج ما دعوتش کرده بودیم برای سخنرانی موقع انتخابات این فرصت رو داشتم که با هم گفتگویی داشته باشیم یا نهاری بخوریم. اینه که من برای او احترام بسیار زیادی قائلم و ولی مطمئنم که برنی سندرز بعد از اینکه خودش نتونست موفق بشه از کلینتون حمایت میکنه و در این مبارزات انتخاباتی نقش بسیار سازنده ای ایفا میکنه، هم اون و هم الیزابت وارن که یکی از جالبترین شخصیت های سیاسی آمریکاست. استاد دانشگاه در هاروارد بود که بعد سناتور ایالت ماساچوست و دیروز هم سخنرانی کرد که پیامت های بسیار جالب و وسیع. بنابراین من شخصا با این گروه احساس خویشاوندی میکنم، ولی در دنیای واقعیت اینها نتونستن که برنی سندرز نتونست رأی بیاره و با وجود اینکه نتونست رأی اکثریت رو بیاره ولی باز هم موفقیت او چشمگیر بود. غیر قابل تصور بود یک سال قبل که برنی سندرز که خودش رو سوسیالیست میدونه بتونه به جایی برسه که در واقع بی سابقه بوده تو تاریخ آمریکا از جهت مواضع خاصو. من شخصا فکر میکنم هیلری کلینتون مورد حمایت اینها قرار میگیره و او تردیدی نیست که از هر جهت که فکر بکنیم، من فکر نمیکنم که کسی بیش از او واجد شرایط ریاست پذیرش ریاست جمهوری باشه، حتی اگر در مواردی بنده باش مخالف و منتقد او باشم، ولی به او رأی میدم. در اونجا دنیای سیاست دنیای امکاناته، دنیای آرزوها نیست. بنابراین آرزوی من این بود که برنی سندرز رئیس جمهور آمریکا بشه، ولی اون آرزو برآورده نمیشه. بنابراین بعد از اون باید اجازه ندم که من واقعیت رو فدای آرزوی خودم بکنم. من فکر میکنم هیلری کلینتون رئیس جمهور آینده آمریکا خواهد بود، برای اینکه رقیب او اصلا واجد شرایط این ماجرا نیست. و بعد هم خواهیم دید که در مناظره های دو جانبه ای که به این دوتا انجام میگیره دونالد ترامپ اصلا توانایی فهم و درک و تحلیل مسائل جهانی رو نداره، در حالی که خانم کلینتون تجربیات بسیار با ارزش 8 سال در کاخ سفید همراه رئیس جمهور آمریکا شوهرش بوده، وزیر خارجه بوده، سناتور بوده، دو کتابی نوشته که خوندن اونها میتونه برای دانشگاهیان کاملا ارزنده باشه و کسی است که از زمان دانشجویی در مبارزه برای عدالت اجتماعی فعال بوده. انتقاداتی هم بهش وارده، اشتباهاتی هم کرده. دنیای سیاست دنیای معصومین نیست،
اگه کسی در جهان سیاست دنبال مقصوم بخواد بگرده، آب در هاون میکوبه. دنیای سیاست دنیای اختلاف و استکاک، همونطور که گفتم، و در اونجا مسئله بهتر بدتر و کمتر بیشتر مطرحه، نه اینکه خوب و بد، یکی خوبه یکی بده. این به قول حافظ خودمون میگفت عیب درویش و توانگر به کم و بیش بده است، مصلحت آن است که بنده هم دارم سعی میکنم آقای دکتر دو دقیقه اینجا اینه که من بسیار خوشبینم به آینده ریاست جمهوری خانم کلینتون و با کمال اشتیاق به او رأی خواهم داد. متشکرم دکتر فرهنگ. آقای اوباما پشتیبانی که از خانم کلینتون کرد فوق‌العاده قوی و محکم بود و نکاتی رو مطرح کرد که جناب عالی بهش اشاره کردید و باید منتظر باشیم ببینیم که به هر حال در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. سوال در این زمینه ها زیاده، امیدوارم در فرصت های آینده هر وقت که امکانش وجود داشته باشه بتونیم در این زمینه بیشتر صحبت بکنیم، وقت بیشتری رو به مسئله انتخابات امریکا اختصاص بدیم. هر روز هم که میگذره نزدیکتر میشیم به انتخابات نهایی و تا اون موقع ما نمیدونیم این توپی که به هوا پرتاب شده چند بار خواهد چرخید تا به زمین برسه. بی‌نهایت سپاسگزارم از لطفتون، از شرکتتون در برنامه و تا فرصت دیگر از شما و بینندگان گرامی خداحافظی میکنم. تشکر میکنم از سپهر عزیز و میگویم روز و روزگار به شما خوش. خیلی متشکرم.